در این برنامه وسط چراغونی های آخر سال در لندن مروری کنیم بر چند تا از گزارش های برگزیده کلیک در سالی که گذشت. تلاش برای دوچرخه سواری روی آب در پاریس، ملاقات سریع‌ترین هواپیمای برقی جهان، ببینیم بنتلی بالاخره برای برقی شدن کاری میکنه، نگاهی هم بکنیم به جاده های برقرسان سوئد و ببینیم اعتراض فعالان محیط زیست به استخراج لیتیوم در آمریکا چیه. میگن 36% انرژی تجدید پذیره. سلام، به کلیک خوش اومدید. من هادی نیلی هستم. منم آرزو میرزاخانی هم. سرمایه این روزای آخر سال چیزی از چراغونی ها و جنب و جوش مردم کم نکرده، اما سالی که گذشت همش در سرما نبود، آفتاب و آبتنی هم داشت، از جمله در نمایشگاه ویواتک در پاریس که بیش از همه از نسخه جدید یه دوچرخه آبی خوشم اومد. بیشتر شبیه اسکی روی آبه، البته با پدال و فرمون دوچرخه. نسل دوم محصول شرکت مانتا 5. حالا البته اگه بشه اسم این رو گذاشت دوچرخه و دوچرخه سواری، چیزی که جلو میبردش موتور 2.5 کیلوواتیه و چیزی که روی آب نگهش میداره بالهاش در جلو و عقب هستن که شبیه بالهای هواپیما عمل میکنه. برای امتحان کردنش سر ظهر و ظل آفتاب رفتیم کنار رود سن که از وسط پاریس رد میشه تا ببینیم منم میتونم یاد بگیرم روی آب دوچرخه سواری کنم یا نه. قبل از من میریام که هم به ورزش‌های آبی علاقه‌منده و هم برای این دوچرخه توی فرانسه بازاریابی میکنه داشت امتحانش میکرد. این محصول جدید همون حس پرواز روی آب رو داره که نسل قبلیش داشت. روی دریا، دریاچه، روی آب، احساس پرواز میده. اما تکنیک این یکی فرق داره و اصلا میتونی یه جاهایی متوقفش کنی و یکم دوباره فرو بری توی آب و هر وقت خواستی باز بیای روی آب. پس یعنی میشه تنبل بازی در آورد همینطوری راحت گرفت. با این یکی آره، اجازه میده صرفاً موج سواری کنی. یکم هم رودخونه رو تمیز کردم از ترس اینکه این آشغالا بره لای دوچرخه و برنامه خراب بشه. بعدش پوشش مناسب تنم کردم که مقررات پاریس رو هم رعایت کرده باشم. تمرین که میگم یعنی این. و باز هم انگار آدم بخواد یه دوچرخه رو زیر آب غرق کنه ولی بعد دوچرخه رو سوار بشه. دو هفته پیش به پسرام دوچرخه سواری دادم، به مراتب کاره راحت تری بود. حالا این وسط جلبک های سن رو نگاه. شرکت مانتا 5 که این دوچرخه آبی رو تولید کرده میگه چه بسا این تبدیل به یه ورزش بشه و یه روز توی المپیک هم براش مسابقه بذارن. قشن برای خودش یه ورزشه. هادی امسال بد نگذشته. تا دو روز کوفته بودم. الان اینجا ما داریم از سرما میلرزیم، اما واقعیت اینه که زمین گرمتر شده. 1.1 درجه سانتیگراد گرمتر از قبل از انقلاب صنعتی. طوفان، سیلاب و آتش‌سوزی‌های گسترده میلیون‌ها نفر رو آواره و بی‌خانمان کرده. برابر کردن که همین سالی که گذشت گرمترین سال در تاریخ بشر بوده. به همین علت هم کاهش گازهای گلخانه‌ای بیش از قبل برای همه مهم شده.
شرکت‌های خودروسازی و فعال در صنایع هوایی هم تلاش دارن تا جایی که ممکنه خودروها و هواپیماهای برقی بسازن. یکی از اونها ایویلیتوه که یه هواپیمای برقی ساخته که با باتری کار میکنه. 556 کیلومتر در ساعت سرعت داره. هم سوختش پاکه، هم رکورد سرعت رو زده. انقدر کنجکاو شدم که یه سر رفتم اونجا تا بتونیم قبل از اینکه بذارنش توی موزه علوم بریتانیا از نزدیک ببینیمش. این چند سال پیش اگه بهمون میگفتن قراره یه روزی یه هواپیمایی بیاد که با برق کار کنه، شاید اصلا باورمون نمیشد. اما به لطف تکنولوژی الان داریم میبینیمش. انقلابی که زندگیمون رو روی زمین و آسمون تغییر خواهد داد. صنعت هوایی داره زیر و رو میشه. یکی از شرکت‌هایی که دنبال اینه که ما رو سوار یکی از این پرنده‌های فلزی برقی سری بکنه، ایویلیتوه. رویش هم این بوده که وسایل پرنده برقی بسازه که سریع باشن و ارزون و البته دوست داره محیط زیست. به همین علت هم با حمایت مالی شرکت رولز رویس یه هواپیمای جدید طراحی کرده و اسمشو گذاشته The Spirit of Innovation یا روح نوآوری. سرعت این هواپیما در یک سایت آزمایشی در بریتانیا به حدود 556 کیلومتر در ساعت رسید. این یعنی شکستن یه رکورد جدید برای هواپیماهای الکتریکی. رکورد جدیدی که میتونه ما رو به هدف الکتریکی شدن در آینده نزدیک کنه. این هواپیما بخش بسیار مهمی در مسیر حرکت به سمت برقی شدن بود. ما با سرعت 556 کیلومتر در ساعت رکورد سرعت هواپیماهای الکتریکی رو شکستیم که 212 کیلومتر در ساعت سریعتر از رکورد قبلی بود. این ثابت میکنه که ما در دوره مهمی از الکتریکی شدن به سر میبریم. اینجایی که من هستم کارخونه ایولیتوه، یعنی جایی که قلب روح نوآوری موتورش ساخته شده. این موتور از لحاظ طراحی و نحوه ساخت با موتورهای نوع شعاعی خیلی فرق داره. قدرتش خیلی بیشتره و گشتاور بسیار بالاتری داره. در یک موتور شعاعی یک استوانه آهنی بزرگ هست که تمام سیمپیچ ها به دور اون پیچیده شده. وقتی به اون انرژی میدیم یه میدون مغناطیسی ایجاد میکنه. این چیزیه که ما بهش یوغ میگیم. این یه بخش بزرگ، سنگین و پرهزینه است که در موتورهای چهارمحوری ما دیگه این بخش رو نداریم. البته این موتورهای قدرتمند به باتری های قدرتمند و امن هم نیاز دارن. ما میتونیم به طور مداوم 400 کیلووات در پروانه انرژی تولید کنیم. کل سیستم باتری 750 وات انرژی میده. بنابراین در هر سطح که باشه خیلی خطرناکه. برای اینکه با این مشکل مقابله کنیم، باید مطمئن میشدیم که اونو ایمن طراحی کنیم. اما چرا تولید هواپیماهای برقی اینقدر مهم شده؟ با گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی اخیر، جهان به سوی کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی میره. هدف دولت‌ها اینه که تا سال 2030 میلادی حجم زیادی از دیوکسید کربنشون رو کم کنن. حالا این وسط صنعت هوایی عامل تولید 12% از دیوکسید کربن در جهانه. این 12% تأثیر خیلی زیادی در بد شدن حال و روز فعلی کره زمین داره. به همین دلیل هم باید به سمت استفاده از وسایل نقلیه با سوخت‌های پاک‌تر بریم. روح نوآوری قراره بره موزه علوم بریتانیا که هر کی دوست داره بره و از نزدیک ببیندش. اما این برای صنعت هوایی تازه اول راهه. بیشتر از نیمی از گازهای گلخانه یه بخش حمل و نقل در بریتانیا رو خودروها تولید میکنن. برای کاهش تولید این گازها که تأثیر مستقیمی در بد شدن حال زمین دارن، دولت این کشور گفته بود از 7 سال دیگه فروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی رو ممنوع میکنه. اما حالا دولت این مهلت رو 5 سال عقب انداخته، یعنی تا سال 2035. 11 سال دیگه لارا لوینگتون رفته دفتر مرکزی بنتلی ببینه برنامهشون برای برقی شدن و سازگاری با محیط زیست چیه. دوزی چرم لوکس و داشبورد تمام چوبی که کلش هم از یه درخت اومده تا مطمئن بشن همه چیز با هم خوب جفت و جوره.
ساخت و پرداخت هر کدوم از این خودروها 130 ساعت زمان میبره. هرچند عموماً بنتلی رو میخرن تا مالک خودش پشت فرمون بشینه، اما برای کسانی که شوفر دارن و عقب میشینن هم صفحه نمایش هایی تعبیه شده. بنتلی یعنی همین جور ریزه‌کاری‌ها، تا اینکه مثلا بخواین حساب کنین نزدیکترین ایستگاه شارژ برقی کجاست. اینجا چیزی هست که با محیط زیست سازگار باشه. تمام این چرم خامی که اینجا داریم محصول جانبی صنعت تولید گوشته. چرم خام رو میاریم اینجا و پهن می‌کنیم روی این تخته. سامانه‌ای داریم که به دوربین مجهزه و اسکنش می‌کنه. بعد به طور خودکار تعیین می‌کنه که کارآمدترین راه برای منطبق کردن پنل‌ها چیه و بعد خیلی دقیق برش میده. البته به جز یه بخش کلیدی که قراره بالاخره قدم به قرن 21 بگذاره. بنتلی قصد داره تا سال 2030 در کل دسته‌بندی‌های خودروش موتور 12 سیلندر معروفش رو با یه موتور برقی جایگزین کنه و داره 2.5 میلیارد پوند یعنی بیش از 3 میلیارد دلار در این کار سرمایه گذاری میکنه. اما واقعاً آماده چنین تغییر عظیمی هست؟ خیلی هم آماده ایم. تا 20-30% بیو میشیم، که یعنی خودروی برقی باتری دار و کاملا کربن صفر. همچنان خودروی بنزینی هم برای بقیه کشورها تولید میکنین؟ نه، برنامه اینه که تا 2030 کاملا و مطلقا برقی بشیم. فقط این هم نیست. بنتلی از تأمین کنندگان مواد اولیش خواسته از سال 2030 به بعد فقط انرژی تجدید پذیر استفاده کنن. برنامه دیگه‌شون هم اینه که به استفاده از فولاد و آلومینیومی که روند تولیدشون سازگار با محیط زیست بوده رو بیارن و همینطور پلاستیکی استفاده کنند که کاملاً بازیافتیه. با وجود اینکه همه دارن سعی میکنن از قافله برقی شدن عقب نمونن، اما هنوزم نمیشه گفت شهرها برای این تغییر بزرگ آماده‌اند. این وسط سوئد هم یه سری جاده ساخته که برقی هن. خودروها همزمان میتونن تو این جاده ها حرکت کنن و شارژ هم بشن. اجیان ماری رفته جنوب این کشور که از این موضوع سر در بیاره. شارژ بدون زدن دو شاخه به پریز برق. آیا آینده خودروهای برقی میتونه به این سادگی باشه؟ در شهر لاند در جنوب سوئد منو بردن در جاده تکامل یا اِوولوشن رود چرخی بزنم. این به نظر یه خودروی برقی معمولیه، اما زیرش یه چیز متفاوتی داره. یه شاخک داره و وقتی با ریل برقی تماس برقرار میکنه میتونه در حین حرکت شارژ بشه. جاده به قسمت‌های کوچیکی تقسیم شده که در اصل برق زیر خودرو رو روشن میکنه. برق انگار خودرو رو دنبال میکنه. بیشتر از 3 شاخک اتصال داریم که باز میشن و اینطوری به طور پیوسته جریان برق رو از جاده دریافت میکنیم. فناوری اینجا بی سیم نیست. بهش میگن شارژ شدن رسانا. یه اسکیل الکتریک. همون جاده های الکتریکی اسباب بازی رو تصور کنید. برق از داخل نوارهای فلزی که در طول ریل کشیده شده به خودرو منتقل میشه. یه دوربین روی چراغ های سبز LEDه که کمک کنه این مدار رو همیشه جایی نگه داریم که وسط خودرو قرار بگیره. یه سامانه آنتنی و مجموعه از حسگرها هم باعث میشن که فقط بخش های مورد نظر برق داشته باشه. هر خودروی رو شناسایی میکنه و اینطوری میشه برای مالک خودرو بر اساس مقدار انرژی که مصرف کرده قبض فرستاد. این زیر یه آنتن گیرنده داریم. وقتی خودرو بالا سرش قرار میگیره تا 650 ولت برق میگیره و وقتی ماشین رد شد فوری خاموش میشه. شرکت ایلون رود که سازنده این فناوری استدلال میکنه که ساختن جاده های برقی خیلی منطقی تر از ساختن شبکه های عظیم ایستگاه های شارژه. این مسئله به خصوص برای اتوبوس‌ها یا کامیون‌هایی که مسافت‌های طولانی باید برن مهم‌تره. در حقیقت اگه همه باتری‌های کوچکتری داشته باشن، ارزان‌تره که جاده‌های برقی بسازیم. خرج زیرساختارشو در می‌آره. اینجا در سوئد برنامه‌ها برای اینکه تا سال 2025 اولین جاده برقی دائمی کشور رو بسازن داره جلو میره. پس شاید در آینده نه چندان دور بتونیم همونطوری در حال حرکت شارژ هم بکنیم. در اروپا هنوز قطارها بیشتر با گازوئیل راه میرن. بخش بزرگی از راه آهن هنوز متکی به سوخت‌های دیزلیه.
اما توسکانی ایتالیا داره به استقبال اولین قطار مسافربری سگان سوز خودش میره. این قطار بین دیزل، خطوط برقی و باتری‌های داخلی حق انتخاب داره. پل کارتر رفته جایی که دارن این قطار رو میسازن. ایتالیا همونطور که حد میزنین امتحانش هم کرده. این ممکنه یه قطار معمولی به نظر برسه، اما در اروپا در نوع خودش اولینه. این قطارها که در قلب ایالت توسکانی دارن ساخته میشن، اولین قطار سگان سوز مسافری هستن که در اواخر سال 2022 در بعضی خطها به کار افتادن. علاوه بر یک شاخک برق‌رسان یا همون پانتوگراف برای اتصال برق بالا سرش و یک موتور دیزلی استاندارد، یک واحد باتری هم در اونها تعبیه شده و میتونه بین این سه حالت انتخاب داشته باشه. این قطارها رو شرکت هیتاچی ریل در پلتفرم ماساچو این شرکت برای ترن ایتالیا که اپراتور راهن ایتالیاس میسازه. بزرگترین چالش های پیاده کردن فناوری باتری در قطار چیه؟ وزنشه یا مصرف انرژی؟ ترکیبی از هر دو. کارشناسان و طراحان ما دارن دائمی روش کار میکنن. کاهش وزن باتری ها یعنی کاهش مصرف انرژی. جا هم میگیره. تکامل باتری ها داره این جنبه ها رو بهبود میده. به همین دلیل از لحاظ وزن و اندازه جایگاه خوبی هستیم، اما نیاز به آزمایش و آزمایش داریم قبل از اینکه روانه بازار بشن. علی‌رغم این، هیتاچی ادعا میکنه که قطارهای جدیدشون 50% کمتر از یک قطار معمولی دیزلی گازهای آلاینده منتشر میکنه. در حال حاضر تمام تمرکز ما روی راه حل های باتری محوره. البته بخش تحقیق و توسعه ما داره روش کار میکنه، اما از لحاظ آماده بودن برای بازار خاطر جمعیم که این راه حل در کوتاه مدت و میان مدت خیلی موفق میشه. مثل خودروها، چشمانداز تأمین انرژی برای قطارها هم نیروی باتریه. اما برخلاف خودروها، قطارها هنوز راه زیادی دارن که برن. قطارهایی شبیه به این یه قدم از بقیه جلوترن، اما هنوز خیلی مونده تا قطارها بتونن کاملا با باتری حرکت کنن. ولی حداقل میشه گفت دارن روی ریل‌هاشون به اون سمت حرکت میکنن. نمیشه از بهترین های سالی که گذشت در کلیک بگیم و یادی از یه چهره آشنا نکنیم. حالا نوبت گزارش نیما اکبرپوره از قطار برقی لندن به اسکاتلند. 100 سالی میشه که بریتانیا راهن برقی داره، ولی ما اومدیم به سراغ یک راهن برقی که ویژگی های خاص خودش رو داره. از اونجایی که موتورهای برقی این روزا دیگه قابل اطمینان شدند، دلیلی وجود نداره تا قطاری 100% برقی نداشته باشیم. امروز میخوام سفری با این قطار داشته باشم و فاصله 660 کیلومتری لندن تا ادینبرو در اسکاتلند رو باهاش طی کنم تا ببینم تجربه سفر با این قطار چطوریه. مسیری که ادعا میشه 4.5 ساعت به طول خواهد انجامید، مسافتی که با ماشین یا اتوبوس چیزی در حدود 8 ساعت طول میکشه. سستینبیلیتی یا پایایی تمام هدف ماست و چیزی که اینجا ارائه میکنیم نه تنها از نظر قیمت مناسبه، بلکه نقش حیاتی برای حفظ محیط زیست داره و جایگزینی برای سفرهای هوایی. ما تنها قطار برقی بریتانیا نیستیم، اما میتونم بگم تنها قطار تمام الکتریکی ساحل شرقی بریتانیا هستیم. ظرفیت این قطار 400 نفره که ظرفیت بالاییه، ولی این به این معنی نبوده که از راحتی مسافرین کم بشه. فضای پای بزرگی داریم با صندلی‌های نسبتا راحت. پریز برق برای شارژ لپتاپ، دو تا درگاه USB برای شارژ گوشی و تبلت و سینی مناسب برای قرار دادن یک لپتاپ 15 اینچی یا هر چیز دیگه‌ای در اون هندسه. تمامی مراحل خرید بلیط بدون کاغذ و بی نیاز به چاپگره. این پروژه با بودجه 115 میلیون پوندی اجرا شده و باعث صرفه‌جویی در میزان برقی معادل مصرف 21 هزار خونه در سال خواهد شد. در این قطار خبری از خدمات ویژه نیست و همه مسافران از خدمات یکسانی برخوردارند که ارزش یک سفر 5 ساعته رو داره. هدف اصلی راه اندازی خط ساحل شرقی بریتانیا ایجاد جایگزینی برای مسیر هوایی بین لندن و ادینبرو.
درسته که شما این مسیر رو با هواپیما در حدود یک ساعت طی می‌کنید، ولی اگه هزینه تاکسی گرفتن تا فرودگاه رو بذارید کنار زمان طولانی تحویل چمدون و معطلی توی صف کنترل، اون وقت این قطار برقی میتونه گزینه قابل ملاحظه‌ای باشه. هواپیماهای برقی با باتری کار میکنن. برای تولید باتری هم به لیتیوم نیاز داریم. خیلی از کشورها دارن این ماده رو از چین وارد میکنن، اما نگرانی از وابستگی به چین هم باعث شده معدن کاوی برای کشف لیتیوم بیشتر بشه، مخصوصا در آمریکا که اختلافات دیرینه ای هم با چین داره و حالا میخواد در استخراج و تولید لیتیوم خودکفا بشه، با اینکه فعالان محیط زیست مخالف این موضوع هستن. جیمز کلیتون رفته ببینه چطور معدنکاوی در ایالت نوادا برای فعالان محیط زیست معضل شده. وقتی قبیله شوشونی پایوک باناک داشتن از دست سوار نظام آمریکا فرار می‌کردن، از صخره سنتینل که اینجاست رد شدند. سوار نظام آمریکا اونا رو تا همین منطقه درست اینجا تعقیب کرد، جایی که الان دارن معدن حفاری می‌کنن و اینجا اونها رو قتل عام کردن. این یه تراژدیه. اینجا باید به عنوان محوطه تاریخی شناسایی بشه و حفاری معدن باید کاملا متوقف بشه. متاسفانه شرکت ها به حرف ما گوش ندادن. نوادا فقط 160 ساله که ایالت شده، اما بستگان این مردم خیلی پیش از اون در این سرزمین زندگی میکردن. اونا هر سال به اینجا سفر میکنن تا یاد اجدادشون رو که میگن در این نقطه به قتل رسیدن زنده نگه دارن. امسال حال و هوا از همیشه غم‌انگیزتره. از دوردست غرش ماشین‌آلات سنگین هم به گوش میرسه. زیر این درمنه های معدن لیتیوم خوابیده که احتمالاً یکی از بزرگترین ذخایر این ماده در جهان باشه. معدن تکرپس و حفاری توش برای استخراج لیتیوم از ماه مارس شروع شده. اما قضیه این معدن با بقیه فرق داره و دلیل اصلیش هم اینه که موافقان حفاری ادعا میکنن طرفدار محیط زیست هستن و میگن این معدن میتونه در مقابله با تغییرات اقلیمی نقش داشته باشه. رهبران کشورها در همه جای دنیا متعهد شدن که به سمت استفاده از خودروهای الکتریکی برن. I'm signing an executive order setting out a target of 50% of all passenger vehicles sold by 2030 will be electric. We're working hard to make the UK a world leader. اگر آمریکا و بریتانیا بخوان باتری الکتریکی بسازن، فعلا باید لیتیوم وارد کنن. تیم کراولی مدت هاست که از طرفداران حفر معدن در نوادا است. او سال هاست که با طرفداران محیط زیست در مبارزه است و در حال حاضر در شرکت لیتیوم آمریکاز کار میکنه در راه اندازی و تکمیل تأسیسات. آیا طرفدار محیط زیست هستین؟ البته من اهل گشت و گذار در طبیعتم. من هم مثل بقیه ساکن این سیارم و دوستش دارم. فکر میکنم مردم بگن اینکه کسی سالها طرفدار حفاری معدن باشه و خودشو محافظ محیط زیست میدونه همخوانی نداره. استخراج معدن نقشی حیاتی در تغییر مسیر ما به یک محیط زیست بهتر و سبزتر بازی میکنه. صنعت حفاری معدن که فقط محض بیرون کشیدن مواد معدنی نیست، تقاضا برای این چیزها وجود داره. اگه تقاضا نباشه که کسی محصولی تولید نمی‌کنه. تقاضا برای چنین چیزهای خیلی بالاست و به خصوص برای لیتیوم به شدت بالاست و دلیل خوبی هم داره. جان هدر مدیر یک خیریه محلی محیط زیستیه. این مواد معدنی قراره برای فناوری‌های استفاده بشه که به واسطه اونها از انرژی فسیلی عبور کنیم. به همین دلیل در رده مواد سبز دسته‌بندیشون میکنن. اما خود عمل حفاری معدن در حقیقت آسیب زیادی به محیط زیست میزنه. باید در صدور مجوز براش خیلی دقت کرد. حفاری معدن به نام نجات زمین. اینم از مرور چند گزارش جالب کلیک در سالی که گذشت. هفته آینده هم یه برنامه دیگه از مرور بهترین ها داریم با تمرکز بر هوش مصنوعی. برنامه های قبلی ما رو مثل همیشه میتونید توی کانال یوتیوبمون تماشا کنید. با گوشی همراهتون این کد رو اسکن کنید تا به فهرست برنامه ها برسید. در شبکه‌های اجتماعی هم هستیم به این آدرس ها. برامون بنویسید که درباره فناوری‌هایی که با هم دیدیم چی فکر می‌کنید. بدرود. بدرود.